گروه چپ در اتحادیه اروپا و شبکه نظارت بر خشونت در مرزهای کشورهای عضو این اتحادیه اعلام کرد خشونت علیه مهاجران در مرزهای کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد و روبه به افزایش است در گزارشی که این گروه پیرامون نقض حقوق بشر در مرزهای اروپا در دو سال 2021 و 2022 تهیه کرده آمده فقط 5 درصد از افرادی که سال گذشته با آنها مصاحبه شده گفتند که هنگام دیپورت از اروپا با خشونت شدید مواجه نشدند در این گزارش عنوان شده بسیاری از مهاجران قبل از بازگرداندن غیرقانونی چه در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و چه در داخل خاک کشورهای عضو مورد ضرب و شتم قرار گرفتند بیشتر این مهاجران در معرض شکنجه های مختلف از جمله تعرض و استفاده از سلاح های برقی قرار گرفتند و حتی توسط مأموران مرزی به رودخانه پرت شدند این گزارش شامل موارد در هر یک از کشورهای یونان، بلغارستان، اتریش، ایتالیا، اسلوونی، کرواسی، لهستان، مجارستان، رومانی، سربستان، بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو، کوزوو، مقدونیه شمالی و آلبانی بوده است.